سرخط خبرها. اعلام خبر حساس از برنامه هسته‌ای ایران بعد از توافق تاریخی تهران و ریاض. پیام آخر ولادیمیر پوتین به غرب در خصوص توطئه انفجار در نورد استریم و ادعای تازه نخست وزیر سوئد در مورد پیوستن این کشور و فنلاند به پیمان ناتو. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. در خبری حساس از برنامه هسته‌ای کشورمان و بعد از بازتاب گسترده توافق تاریخی ایران و عربستان در بین کشورهای جهان، سخنگوی سازمان انرژی اتمی به عنوان حسن نیت به کشور دوست عربستان و سایرین اعلام کرد که ایران پایبند به تعهدات هسته‌ای خود است. و طبق 15 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کوچکترین تخطی از تعهدات خود نداشته. افزود غنی‌سازی 60% در فردو پاسخی به قطعنامه قبلی آنها در شورای حکام بود. به گزارش اینا، از سازمان انرژی اتمی بهروز کمالوندی تصریح کرد: ما در گذشته و در نتیجه برجام 15 گزارش از آژانس داشتیم که نشان می‌دهد ایران کوچکترین تخطی از تعهدات خود نداشته. چه کسی باعث شد این شرایط تغییر یابد؟ به افسود نباید این را فراموش کنیم. اروپایی‌ها اوایل در بیانیه‌های خود از آمریکا به این دلیل که از برجام خارج شد انتقاد می‌کردند، اما اکنون طوری صحبت می‌کنند که گویی ایران مسئول وضعیت کنونی است. کمالوندی درباره رویکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌دهی‌هایش گفت: مشکلی که ما داریم این است که آژانس هم به نل می‌زند هم به میخ. ما ترجیح می‌دهیم آنچه شفاهی می‌گویند مانند مطالب مطرح شده در جلسه فنی قبلی از شورای حکام را در گزارش کتبی هم بنویسند، اما متأسفانه این طور نیست. به این سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را خوب و به سمت همکاری‌های بیشتر دانست و افزود: در این فرآیند همکاری‌ها و حل مسائل ما یک قدم جلو رفتیم، اما آینده رو فعلا خاکستری میبینم. نه خوشبین هستم نه بدبین. لازم به ذکر است رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای چهارمین بار در دولت 13 و یک سال بعد از آخرین سفرش به تهران روز جمعه 12 اسفند ماه و در پاسخ به دعوت محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، و به منظور انجام سفری 2 روزه به تهران آمد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی قرار گرفت. وی جمعه شب نیز نخستین دور گفتگوهایش را با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، برگزار کرد و در نشستی با اساتید دانشگاه‌ها، محققان، پژوهشگران و صاحب نظران فناوری هسته‌ای کشور شرکت و به ایراد سخنرانی پرداخت. گفتنیست محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و سازمان انرژی اتمی، مهر ماه سال جاری با شرکت در 66مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، دیدار کرده بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست جمعه شب 12 اسفند ماه اعلام کرد: بنده اطمینان خاطر دارم که شاهد پیشرفت در همه حوزه‌ها خواهیم بود. البته در این مسیر با چالش‌هایی نیز روبرو می‌شویم و برخی موارد وجود دارد که باید با هم آنها را انجام داده و حل و فصل کنیم، تا ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند اعتمادسازی و اعتماد افزایی کنند. باید شک‌ها و تردیدها را در خصوص صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران از بین ببریم و این کاری است که من و ایشان، یعنی آقای اسلامی، با هم انجام می‌دهیم. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شام سه‌شنبه در یک سخنرانی بیان کرد توطئه انفجار سپتامبر سال گذشته میلادی در خط لوله‌های انتقال گاز نورد استریم در دریای بالتیک در سطح دولتی طراحی شده و این ادعا که کار یک گروه حامی اوکراین بوده کاملا مهمل است. به نوشته خبرگزاری رویترز، مسکو پیش از این انفجارهایی که در سپتامبر سال 2022 خط لوله‌های نورد استریم 1 و نورد استریم 2 را در کف دریای بالتیک هدف گرفت، اقدام تروریستی بین‌المللی خواند. دانمارک، آلمان، سوئد ادعا کردند که تحقیقاتی درباره این انفجارها به اجرا درآوردند، اما مسکو تاکید کرد از ابعاد این تحقیقات مطلع نشده است. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با کانال 1 تلویزیون روسیه گفت: ما از مقام‌های دانمارکی تقاضا کردیم که یا با یکدیگر همکاری کنیم یا یک گروه از کارشناسان و متخصصان بین‌المللی را تشکیل دهیم. همانطور که قبلاً گفتم، پاسخ آنها مبهم بود. خیلی ساده بگویم، پاسخی داده نشد. آنها گفتند که ما باید منتظر بمانیم. رئیس جمهور روسیه در اظهار نظر درباره ادعای دست داشتن گروه حامی اوکراین در انفجار این خط لوله‌ها که ابتدا از سوی نشریه نیویورک تایمز مطرح شد، این ادعا را کاملاً مهمل خواند.
تاکید کرد باید در این دست حوادث به دنبال آنهایی که زینف هستند بگردیم و در این حادثه چه کسی زینف است. البته به صورت نظری آمریکا در این حادثه زینف است. چندی پیش سیمور هرش خبرنگار تحقیقی مشهور آمریکایی در گزارشی افشاگرانه با جزئیاتی شرح داد که چطور توسعه منفجر کردن خط لوله‌های نورد استریم از سوی آمریکا و ناتو طراحی و تحت پوشش اجرای یک رزمایش از سوی این ائتلاف به اجرا درآمده است. با این وجود آمریکا دست داشتنش در انفجارهای نورد استریم را تکذیب کرد. رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرد انفجارهایی از این نوع و با این قدرت و این عمق تنها از سوی نیروهای متخصص و با حمایت کامل یک قدرت دولتی برخوردار از برخی تکنولوژی‌ها می‌تواند به اجرا درآید. رئیس جمهور روسیه همچنین روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع کارکنان کارخانه صنایع هوایی بوریاتیام در 4400 کیلومتری مسکو غرب را به استفاده از اوکراین به عنوان ابزاری برای جنگ علیه روسیه و تحمیل شکست راهبردی متهم کرد. آلوف کریسترسون نخست وزیر سوئد روز سه‌شنبه گفت که پیوستن فنلاند به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پیش از این کشور در حال افزایش است، اما موضوع پیوستن سوئد به پیمان آتلانتیک شمالی فقط زمان است. کریسترسون که این سخنان را در جمع خبرنگاران و پیش از ترک این کشور به سوی آلمان مطرح می‌کرد گفت چیزی که ما در هفته‌های اخیر با آن مواجه شدیم احتمال پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو در دو وقت مختلف است. نخست وزیر سوئد پیشتر نیز گفته بود این احتمال وجود دارد که فنلاند زودتر از سوئد به ائتلاف ناتو بپیوندد. وی گفته بود از زمان نشست ناتو در مادرید در روان به این سو مشخص شده که مسیر فنلاند برای عضویت در ناتو به نسبت سوئد هموارتر بوده است و اکنون این احتمال وجود دارد که فنلاند ابتدا به ناتو بپیوندد. بر اساس این گزارش ترکیه هر دو کشور به ویژه سوئد را متهم می‌کند که نسبت به گروه‌هایی که آنها را سازمان‌های تروریستی یا تهدیدهای موجودیتی می‌داند مماشات می‌کند. مولوچاو شغلو وزیر خارجه ترکیه اخیراً گفت که آنکارا مشکلات کمتری با پیوستن فنلاند به ناتو دارد. کریسترسون گفت بعید نیست که پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو در مراحل مختلف تصویب شود. پیشتر پارلمان فنلاند با 184 رأی موافق در برابر 7 رأی موافقت نهایی را برای پیوستن این کشور به ناتو صادر کرد. بر اساس قوانین موجود همه اعضای ناتو نیز باید پیوستن عضو جدید را تایید کنند. کریسترسون ادامه داد اصولاً موضوع این نیست که آیا سوئد به عضویت ناتو در می‌آید یا خیر، بلکه مربوط به زمانی است که سوئد عضو ناتو می‌شود. پیشتر هواداران گروه تروریستی پکاکا با برگزاری تجمع در استکهلم بیانیه‌های اهانت‌آمیز علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صادر کردند و پس از این تحولات مصطفی سنتوب رئیس پارلمان ترکیه سفر برنامه‌ریزی شده همتای سوئدی خود به آنکارا را لغو و در همین راستا وکیل اردوغان شکایتی را در این رابطه در دفتر دادستانی ارشد آنکارا مطرح کرد و یک پرونده جنایی در این رابطه تشکیل داد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.